این رسیپی خوشمزه رو من از دوست عزیزم شهرزاد جون یاد گرفتم و از وقتی که درستش کردم اومد توی لیست غذاهام. بریم که با هم دیگه همراه باشیم و آمادش کنیم. سلام دوستای عزیزم، الا هستم و اینجا چنل الا تایمه. امروز میخواییم با هم دیگه این غذای خوشمزه که در واقع رقیب اصلی کشک بادنجون هستش رو درست کنیم. برای این غذا من 3 تا دونه کدو رو در نظر گرفتم که میتونید هم با پوست و هم بدون پوست استفادهش کنید. برای اینکه کدو و موقعی پختن روغن کمتری ببره، من بهشون نمک اضافه میکنم و میذارمشون توی آب گرم تا یه حدود نیم ساعت بمونن و بعد از اون باید آبکششون بکنیم تا آبشون کاملا گرفته بشه. خب بچه ها، من آب کدوها رو کاملا گرفتم و با استفاده از دستمال حوله اونا رو کاملا خشک میکنم. کدوها رو من اول ماهیتابم رو گرم میکنم، میذارم داغ شه. تو این هنگ پیاز رو باید خورد کنیم برای اینکه خیلی ریز بشه. من از دستگاه کمک گرفتم. همچنین 5 حبه سیر رو هم باید خورد کنیم. به گردو نیاز داریم که 4 تا 5 عدد گردوی بزرگ رو هم پوست میگیریم و اونا رو هم به صورت ساتوری و یا نگینی ریز میکنیم. برای این غذای خوشمزه نعنا داغ لازم داریم. همونجور که میبینید کدوها دارن سرخ میشن و با اون روشی که بهتون گفتم کمترین میزان روغن رو استفاده کردم. توی این مرحله پیازان رو باید بذاریم تا سرخ بشن. بازم مثل همیشه یه مقدار اولش بدون روغن میذارم تا پیاز آبش کشیده بشه و وقتی که سبک شد روغن اضافه میکنم. کدوهامون رو هم با استفاده از مولینکس یا دستگاه دیگه ای که دارید چرخ میکنید و پیازمون سبک شده. من یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنم و روغن. وقتی که سرخ شدش نصف پیازا رو جدا میکنم برای تزیین و نصفش رو هم برای خود غذا میذارم. توی این مرحله سیری که داشتیم رو به پیازمون اضافه میکنیم تا یک کوچولو با همدیگه تفت بخورن. نیاز نیست که سیرمون سرخ بشه که تلخ بشه. بلافاصله که سیر تفت خورد گردو رو هم اضافه میکنیم و اونم یه مقدار تفت میدیم و توی این مرحله کدوهایی که مولینکس کرده بودیم رو به غذامون اضافه میکنیم. حتما دقت بکنید که این کدوها باید کاملا بعد از اینکه مولینکس شدن دوباره با پیاز و موادتون تفت بخورن دوستان. خب اینجا مقداری فلفل سیاه اضافه میکنم، مقداری پول بیبر یا پاپریکا به سلیقه خودتون، کمی نمک هم اضافه میکنم که از نمک صورتی طبق معمول استفاده کردم و همچنین دوباره مقداری زردچوبه. همین ادویه ها دوستان برای این غذا کافی هستش. مجددن یک مقدار تفت میدیم تا ادویه ها به خورد موادمون بره کاملا و با همدیگه یه مقدار طعم ادویه ها رو بگیرن به خودشون. حتما اجازه بدید تا حدود 10 دقیقه با در بسته ظرفتون کاملا کدوها بپزن. خب دوستای خوبم، 10 دقیقه گذشته، بهش زمان دادیم. کاملا متوجه میشید که پخته تر شده و قشنگ مواد هم به خورد همدیگه رفته. توی این مرحله باید کشکمون رو اضافه میکنید. من حدود 5 قاشق غذاخوری کشک خیلی خوشمزه‌ای که حالا من از برند پگا استفاده میکنم اگه تبلیغ نباشه، خیلی کشکش با کیفیت هستش و هیچ تلخی نداره. اضافه کردن مقدار کشک هم بستگی به ذائقه خودتون هست. همون جوری که کشک بادنجون رو اضافه میکنید کشکش رو، میتونید برای این هم همون جوری در نظر بگیرید. من خودم پر کشک دوست دارم و کشک زیاد بهش اضافه کردم. وقتی که نعنامونم سرخ شدش یه مقدار از نعنا داغتونم به خود غذا اضافه بکنید و مابقیشو بذارید برای تزیین غذاتون. به همین راحتی کشک و کدوی ما آماده است. بریم که سروش کنیم. بهتون پیشنهاد میدم که حتما این غذای خوشمزه رو درست کنید و در کنار خانواده های عزیزتون نوش جان بکنید
مطمئنن این که میگن رقیب سرسخت کشک و بادم جونه راسته. من میخوام که اینجا تستش بکنم و ممنونم که مثل همیشه با من همراهید و لطفا اگر درست کردید کامنت بذارید که خوشتون اومده یا نه و مثل همیشه با لایکاتون حمایت کنید. تا ویدیو آشپزی بعد، خدا نگهدار.